سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. آدرس سایت هم ملاحظه میکنید، میتونید وارد بشید و در پایه خودتون یا رشته تحصیلی خودتون فیلم های ریاضی و فیزیک رو از سطح آموزش تا تست های کنکور ببینید. تو این ویدیو میخواییم چند تا مسئله از فشار در مایعات حل کنیم. اگر به فیلتر شکن دسترسی دارید، این آدرس سایت هم در گوگل هست، حتما عضو کانال یوتیوب بشید. در کانال تلگرام هم فیلم ها قرار داده شده، این هم آدرس پیج اینستاگرام هم هست و این هم واتساپ و سروش اگر خواستید تلگرام نقطه نظر یا مطلبی داشتید ارسال کنید. البته فشار در مایعات رو تدریس کردیم، اینجا هم فقط یه مروری داریم. اگر تو صفحه فیزیک یا صفحه رشته تحصیلی خودتون مراجعه کنید، مفصل فشار در مایعات رو گفتیم. سوال اول میگه طول هر ذر مکعب فلزی 10 سانتی متره و جرم آن 6 کیلوگرم. اگر چگالی فلز 8 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، مکعب، حالا کدوم یکی از این گزینه ها اونو تکمیل میکنه؟ مربوط به چگالیه. میدونیم چگالی برابره با رو جرم ام تقسیم بر حجم وی. وقتی میگه مکعب، منظور مکعب مربع دیگه. فرض کنید این همون مکعب فلزیه که هر ذرش 10 سانتی متر. حجم رو میتونیم به دست بیاریم، یک ذر به توان 3. جرم هم که داریم، اگر چگالی این باشه، حالا نکتش اینه، میگید آقای رضایی هم جرم داده هم حجم داده چگالی هم داده و چی رو میخواد؟ ما میاییم با توجه به گزینه ها که در مورد تو پر بودن و تو خالی بودن هست، پس میگیم رو اگر جرم که 6 کیلوگرم هست، یعنی 6000 گرمه. هزار سانتی متر مکعبم حجمشه. چگالیش در میاد چی؟ 6 گرم بر سانتی متر مکعب. اما میبینیم چگالی رو داده به ما 8 گرم بر سانتی متر مکعب. یعنی چی؟ یعنی این حجمی که ما داریم بیشتر از اون چیزی هستش که توی محاسبه باید لحاظ بشه. یعنی کرمون تو خالیه یا مکعبمون تو خالیه. چرا؟ چون چگالی این فلز 8 گرم بر سانتی متر مکعبه، اون چیزی که ما به دست آوردیم 6 گرم بر سانتی متر مکعب، کمتر از مقدار واقعیه. اما حفره‌ای که داره چقدره؟ آیا حفرش انقدره یا حفرش انقدره؟ من میگم حفره رو انقدر در نظر بگیریم، چون اختلاف 6 و 8 اونقدی نیستش، حدود 1/4 25 درصده تا حجم 1000 سانتی متر مکعب 1/4. بیایم در نظر بگیریم این حفره خالی رو 250 سانتی متر مکعب که از این 1000 کم کنیم میشه چقدر؟ 750 سانتی متر مکعب. یه صفر رو بزنم،
به 5 ساده کنم یا به 15. به 15 میتونم ساده کنم که میشه 40. اگر ساده کنیم این به 15 میشه 5. بله این درست. اما این تنها راه حل نیست، اصلا راه حل کتاب انتشارات مهر و ماه که ازش این سوالا را آوردیم، جنبندی کتاب زرد، کتاب زرد رنگ کوچیکی هست، برای جنبندی خیلی مناسبه. الان چاپ های جدیدش هم اومده گفته که چگالی 8. چگالی یک جسم یا یک ماده تغییری نمیکنه، چگالی ماده تغییری نمیکنه. این 8 جرم ثابت. بیا ببینیم حجم باید چقدر باشه این چگالی رو داشته باشیم. میگیم 8 گرم بر سانتی متر مکعب مساوی با 6000 گرم بر چه حجمی؟ این حجمی هست که باید این جسم داشته باشه، که اگر تقسیم کنیم 6000 رو بر 8، اول به 4 ساده کنیم میشه 1500، دوم میرسیم به 750 سانتی متر مکعب. از اونجایی که اگر این ماده جسمی توپر باشه باید 750 سانتی متر مکعب داشته باشه، و از اونجایی که این مکعب حجمش 1000 سانتی متر مکعبه، بنابراین این مکعبمون حفره هایی داره یا یه حفره داره با 250 سانتی متر مکعب حجم. میتونه حفره های کوچیکی داشته باشه که مجموع حجم های اون حفره های خالی هم مثل یه پنیر تو خالی، البته فلزی، که مجموعش باشه 250 سانتی متر مکعب. اما این سوال خیلی سوال خوبیه، از این جهت که باید تحلیل کنیم. میگه فشار در نقطه آ چند کیلو پاسکال است؟ چگالی آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعب، چگالی جیوه 13600 کیلوگرم بر متر مکعب، فشار هوای بیرون 10^5 پاسکال و جی 10 نیوتن بر کیلوگرم. اگر سطح تراز و این در نظر بگیریم، فشار توی یه مایه که الان جیوه است برابره. حالا سوال اینه فشار تو اینجا چقدره؟ فشار تو اینجا یه فشار رو جی اچ آب هست، که اچ عمقی که داخل آب هست 4 متره، و یه فشاری که فشار هواست. این فشار هوا با فشار هوای آزاد که 10^5 پاسکاله فرق داره. این فشار هوا اینجاست. من اینو بگیرم پی 1، اینم پی آ. پی آ برابره با یه پی 1 به علاوه رو جی اچ، اینو بگیریم اچ دیگه، همین، یه اچ بیشتر نداره. اما پی 1 چقدره؟ پی 1 با فشار هوای بیرون چه نسبتی داره؟ میگید اگر این ستون جیوه برابر بود، میگفتیم این فشاری که اینجا میاد با این برابره. اما از اونجایی که این رفته بالا، یعنی فشار هوای بیرون که 10^5 پاسکاله، انقدر برده بالا، این چقدر فشار؟ اینو میگیرم رو پریم جی اچ پریم. پس پی یک رو میخواییم حساب کنیم. پی یک همین فشاری که هست این بالاست. از این فشار هوا کمتره. چقدر کمتره؟ میگیم 10^5 پاسکال منهای رو جبری.
اچ‌پی‌ری. پس چی شد؟ فشار هوایی بیرون انقدر بوده که باعث شده 15 سانتی‌متر جیوه بره بالا. برعکسش اگر بود، یعنی این طرف رفته بود بالا، میگفتیم فشار هوایی اینجا بیشتره. چگالی جیوه رو داریم؟ چقدره؟ 13600. جی هم که 10، اینم باید بر حسب متر بذاریم. دو تا صفرش با دو تا صفرش بره، 10^5 منهای این میشه. چجوری محاسبه کنیم؟ 1360 در 15، 0, 5, 3 تا 15 تا با اون 3, 18 تا 5, 1, 6 تا، یه 0 میذاریم، 6 تا، 3, 2 تا 0, 14. خب 10400، این پس شد 100000 منهای 10400 که می شود، اگه 10000 تا کم کنیم میشه 90000، 89600. پس اینجا رو میذاریم 89600 به علاوه یه، حالا بریم این 4 متر آب، اینم 1000، اینم 10، اینم 4 متر، که اگر اینو ضرب انجام بدیم 40000 میشه. این 0 0، این 6، این 9، این 12. فشار هوایی بیرون رو خواسته، یه فشار در نقطه آر. خب کجا رو اشتباه کردیم؟ فکر کنم تو این ضربه اشتباه کردیم. یه بار ببینم، اینجا یه خورده تو هم نوشتم، این ضربه رو بذارید جدا کنم. 5 0 تا 0 تا 5 6 تا 30 تا 3 تاش میره بالا، 5 3 تا 15 تا، اون 3 تا 18 تا، 5 1 5 تا. خب یه 0 میذاریم، بعد دوباره 1 0 تا 0 تا 1 6 تا 6 تا 1 3 تا 3 تا، 1 1 1 1، این 0، این 0، این 14، یکش میره بالا 17، یکش میره، آها اینجا اشتباه شد، 20400 ازش کم کنیم، 20000 تاش میشه 80000 تا، 400 تا ازش کم کنیم میشه 79600. بعد میام اینجا میذاریم 79600 به علاوه 40000، این میشه 11. بقیهش درسته، گزینه آن کیلو پاسکال هم خواسته دیاره. بله، تقسیم بر 1000 کنیم میشه گزینه 2. کجاش برای من خیلی جالب بود؟ این قسمتشو من نمیدونستم چجوری تحلیل کنم. این جا به جا شده، فکر میکردم فشار اینجا اضافه میشه. نگو، چون اینجا فشار بیشتره اینو برده بالا اینجوری.
در یک روز بارانی 40 میلی‌متر باران روی سطحی به مساحت 2500 کیلومتر مربع بارید. جرم این مقدار باران چند کیلوگرم است؟ چگالیاب بارانم داده. اول یه شکلی رسم میکنیم، همیشه مدل سازی کنید، باعث میشه آدم اعتماد به نفس پیدا کنه. اگر چیزی هم به نظرش نمیاد، شاید مدل سازی بهش یه ایده ای بده. 40 میلی‌متر باران روی این سطح باریده، سطح 2500 کیلومتر مربع، جرم و داده، سطح و داده. آها، وقتی میگه روی این سطح 40 میلی‌متر باریده، یعنی انگاری این سطح شده یک ظرفی، یعنی پایین این ظرف همون 2500 کیلومتر مربع که به ارتفاع این 40 میلی‌متر، مثلا همین الان هم میگم بارندگی شده 10 میلی‌متر، یعنی اون سطحی که تو اون شهر داره اگر هر جاش ظرف بذاریم 10 میلی‌متر باران تو اون ظرف ارتفاع پیدا میکنه. خب اگر ما این 2500 کیلومتر مربع رو در 40 میلی‌متر ضرب کنیم، البته بعد واحدها رو یکسان کنیم، حجم باران به دست میاد. کیلومتر حجم رو بر حسب متر مربع بعد به دست بیاریم. حالا نکتهش اینه 2500 کیلومتر مربع رو چه کار کنیم به متر مربع. ببینید 2500 کیلومتر مربع رو میخواهید تبدیل کنید به متر مربع. من میگم بیایم کیلومتر مربع رو تبدیل کنیم به متر مربع، بعد در 2500 ضرب کنیم. یه مربع در نظر بگیرید. من همیشه عربش‌های مفهومی مباحث رو میگم، حفظی ضریب تبدیلی نه. برای اینجا یک کیلومتر در یک کیلومتر میشه 1 کیلومتر مربع. حالا 1 کیلومتر واحد طول 1000 متر، اینجا هم 1000 متر، میشود 1,000,000 متر مربع. پس اگر 2500 در این طرف ضرب کنیم، 2500 در اون طرف هم ضرب میشه، میشه 2500 ضرب در 10^6 متر مربع. حالا 40 میلی‌متر رو میخواید تبدیل کنید به متر، میشه 40,000 تمیز بنویسیم 40,000 متر. حالا که همه واحدای طولامون بر حسب متر هست، حجم رو میتونیم بر حسب متر مکعب به دست بیاریم. پس میشود رو چگالی مساوی ام وی، چگالی باران و داده، همون چگالی آب 10^3. این ام رو میذاریم اینجا که میخواییم به دست بیاریم، اینجا میشه 2500 ضرب داره 10^6 ضرب داره این سطح، اینم 40,000 بنویسم 40 ضرب در 10^-3 که بتونم ساده کنم راحت. خب این 10^6 و 10^-3 میشه 10^3، حواسم هست. 4 تا 2500 هم میشه 10,000، 10^3. یه صفر هم داره میشه 10^4. یه 10^4، یه 10^3 میشه 10^7. ضرب در 10^3 میشه 10^10. درست؟ اما من میبینم اینجا داده 10^11. کجاش اشتباه کردیم یه بار دیگه ببینم.
اینجا نوشتیم 40 میلیمتر، 40,000 متر اینجا که درسته، 40 ضرب در 10 به توان منهای سین هم درسته، 2500 ضرب در 10 به توان 6 اینجا هم درسته، 4 × 2500 میشه 10 به توان، آها 10 به توان 4، آها من گفتم 4 × 2500 تا میشه 10 به توان 3 میشه 10 به توان 4، اینم 10 به توان 5، اونم 10 به توان 3 میشه 10 به توان 8، ضرب در 10 به توان 3 میشه 10 به توان 11. من جواب آخر رو فقط تطبیق میدم. راه حل اگر خیلی متفاوت بود مثل همون سال 1 نکته ای داشت، از راه حل اونم میگم، وگرنه راه حلی که خودمون اینجا می نویسیم ملاک باشه. در یک لوله یوشک تا ارتفاع معینی جیوه وجود دارد. اگر در یکی از شاخه های روی جیوه آب بریزیم، پس بذارید اول شکل رو تا اینجایی که هست بکشم. این لوله یوشک، خب معلومه دیگه وقتی جیبه بریزیم انقدر که توی دوتا طرف بیاد بالا یکسان دیگه، فشار هوای دو طرف دیگه دلیل نداره یه طرف بالا یه طرف پایین باشه. اگر حالا در حالت دوم در یکی از شاخه ها آب ریختیم تا ستون آب به 21.6 سانتیمتر برسد، پس حالت بعدی رسمش کنم، اینجا بود، حالا آب میار اینجا میرید، یعنی اینجا میریدیم آب، بذارید آب رو با آبی نشون بدم، از اونجا که آب سبکه باید آب زیادتری بریزیم، آب بالا بمونه، بالاتر از اون طرف جیوه، این آبی که این بالا میاد یعنی آب میریزیم باعث میشه جیوه تو اون طرف بره بالا. خب میگه ارتفاع آبی که ریختیم ستونش 21.6 سطح جیوه در شاخه مقابل نسبت به وضعیت اولیه چند سانتیمتر بالا می رود، بچگالی آب و جیوه هم داده، چی کار باید کنیم؟ اینجا ارتفاعش ابتدا که اینجوری بوده، حالا یه تغییر ارتفاعی داده، توی یک مایه سطح ترازو که در نظر بگیریم، یعنی اینجا قرمز میکنم جیوه است دیگه توی دو طرف، فشار ستون آبی که این بالا هست حساب کنیم، رو آب جی اچ آب برابر با این مقدار ستون جیوه x بگیرم، رو جیوه جی اچ جیوه، بعدم نیست فارسی بنویسیم، رو آب بذاریم دو طرف رو بر حد بگیرم بر سانتیمتر مکعب بذاریم که ساده هم بشه، 21.6 اینجا روی جیوه و 13.5، اینم 10، اچ جیوه اینجا به دست اومد، اما این اچی که به دست میاد اون چیزی نیست که میخواد، حواسمون باشه 10 با 10 میره، 21.6 تقسیم بر 13.5 که بشه میشه چند؟ 21.6 تقسیم بر 13.5 این
چه جیوه. در 10 ضرب کنم، دو تا باشه، نه یه دونه، یک، هشت، شیش زیاده، شیش ستایی، شیش پنشتا، سی تا، شیش ستایی، نه شیش خوبه، شیش پنشتا، شیش ستا، هیچ، ده تا، نوزده، بیس، بیس و یک، اصلا خودشه. خب این شد یک و شیش دهم، اچ یک و شیش دهم سانتی متر. ما اولش چقدر بوده که این یک و شیش دهم سانتی متر؟ میبینید تو گزینه‌ها یک و شیش دهم هست، حواسمون هست این جوابمون نیست. چجوری حالا این دوتا رو به هم ربط بدیم؟ انقدر ریختیم که آها، انقدر ریختیم که همون قدری که این رفته بالا این تغییر کرده. ببینید ابتدا که اینجا بوده، آب ریختیم اینجا، این نسبت به سطح ترازش جا به جایی رخ داده، این رفته پایین. چقدر رفته پایین؟ مثلا x، اون طرف x اومده بالا. آها ببینید رفتم رو این شکل، فهمیدم باید چیکار کنم. x که رفته پایین، x اومده بالا این طرف، درسته؟ x به علاوه نکتهش اینه، همون قدری که اومده این طرف پایین اون طرف رفته بالا. ببینید تو این شکل مشخصه، اینجا بود انقدر اومد پایین، اینجا بود انقدر رفت بالا. پس اگر کلن یک و شیش دهم هست، اون چیزی که جا به جا شده یه هشت دهمه، یه هشت دهم. چی شد؟ یه بار دیگه این قسمت رو بگم. ما فهمیدیم که نسبت به حالت اولیه که اینجا بود یک و شیش دهم رفته، نسبت به حالت اولیه اینجاست، حالت اولیه اینجاست، اینجا هشت دهم اومد پایین، اینجا هشت دهم رفت بالا. چرا؟ چون نسبت ستون وقتی که جابجا شد، من با قرمز نشون بدم، جابجا شد قرمز شد دیگه اینجا و اینجا. بعد اومدیم گفتیم این شده یک و شیش دهم، هشت دهم مال اومدن این طرف پایینه، هشت دهم رفتن اون طرف بالا. گزینه یک. این همون سوالایی بود که تو کنکور، اصلا همه این سوالا سوالای کنکوره، جنبندی دیگه، خیلی سوالای مهمی. اگه بخواد تو امتحان نهایی هم بیاد همچین سطحی میاد. در شکل روبرو اگر بیشینه نیروی کف ظرف میتواند از طرف جیوه تحمل کند 135 نیوتن باشد، حد اکثر چند سانتی متر جیوه میتوان به ارتفاع جیوه در لوله اضافه کرد تا ظرف شکسته نشود؟ سطح کف ظرف رو داده. خب بریم حساب کنیم. جیوه، ببینید سطح کف ظرف
فشار مایع داره بهش وارد میشه، رو جی اچ. فشار پی مساوی با اف تقسیم بر آ. ستون جیوه چقدر باشه تا این بشود ماکسیموم 135 نیوتن؟ آ رو کف ظرف رو داریم، 20. اینو بر حسب متر مربع باید به دست بیاریم. خب دوباره میرم از همون را میگم، 1 متر در 1 متر میشه 100 در 100 سانتیمتر، یعنی 10^4 سانتیمتر مربع میشود 1 متر مربع. حالا 20 سانتیمتر مربع، اینجا نیفتاد، تناسب دیگه، 20 سانتیمتر مربع. میبینید اگر حفظی باشه یه نفر ممکنه بگه 20 تقسیم بر 10^4 این میشه متر مربع، اینم که شد نیوتن. حالا این میشه 135 ضرب در 10^4 تقسیم بر 20، این فشاره. حالا میگیم رو جی اچ مساوی 135 ضرب در 10^4. من اگر ببینم جوابش متفاوته میرم ببینم اون چجوری حل کرده، ولی تا وقتی که طبق راه حل خودم دارم حل میکنم و اشتباهی نمیبینم تا آخرش میرم. خب اینجا رو میداریم چگالی جیوه، اینم که 10، اینم که اچ، اینم 135 ضرب در 10^4 135. خب این 135 رو میبینم، اینو میکنم 10^3، 135 رو با 135 اون وقت میزنم، اینم 10^4، این 20، 10^3 هم از دو طرف میزنم میشه 10/20. خب شد چی؟ 0.5 متر. خب پس 45 سانتیمتر جیوه نداره. فکر کنم باید فشار هوا هم در نظر بگیرم. نه فشار هوا رو نباید در نظر بگیرم، توی جواب همین 5 سانتیمتر رو در آورده. آهان، چند سانتیمتر می توان به ارتفاع جیبه اضافه کرد؟ این 40 سانتیمتر رو که داره، ما ارتفاع رو در آوردیم 50. خب چقدر بعد اضافه کنیم؟ این 10 سانتیمتر اینجا اضافه میکنیم. میدونید خصوصیت مایعات چیه؟ خیلی خیلی جالبن. اینه، اگر این اینطوری هم باشه، ده سانتیمتر اضافه میشه فشار هیدروستاتیکی از البته ها، این فشار نه، این به نظر من این سوال مورد داره. ببینید کف ظرف فشار هیدرواستاتیکی وارد میشه، فشار
ناشی از وزنم بهش وارد میشه. چجوری ما میتونیم بگیم که این دوتا ظرف یکسان به کفش وارد میشه؟ یعنی اگه 50 سانتی متر اینجوری داشته باشیم، من یادم وقتی میخواستم این فیلمو بسازمم، فیلم مربوط به فشار در مایعات، و یادمه همچین چیزی برای خودم ملاک بود. گفتم یه دونه ظرف داشته باشیم به این صورت، یک نگی باشه اصلا اینجوری، یه ارتفاع طولانی با این یکیه فشاری که اون پایین هست، فشار ناشی از مایع یکیه اما فشار ناشی از وزنش که فرق میکنه. یعنی به اون توی خود مایع، آره، اما تو داره به سطح داره میگی، به این سطح که فرق میکنه. اما تو این سوال اینو خواسته صرف نظر کنیم که این نقطه ریزو که متفاوته، منظورش فشار ناشی از جیوه است. بریم سراغ سوال 6. چند تا سوال دیگه مونده با توجه به اینکه میخوایم یک ساعت باشه دیگه همین توضیح رو اکتفا کنیم. در شکل روبرو مکعب شکل یک مشابه هر یک از مکعب‌های شکل دوه. خب فشاری که مکعب‌های شکل دو بر سطح افقی وارد می‌کنن چند برابر فشار حاصل از مکعب شکل یک؟ جامد دیگه. خب میگیم حجم چقدره، حجم این چقدره، جرمش با توجه به اینکه یک نوع جنس رو دارن متناسب جرمشون اضافه میشه. بیاریم رو جسم کوچیک، مکعب کوچیک بگم هر یه دونه ام به وی، این که چگالیشه. خب بریم سراغ پی، اف به آ. این سطح پایینم میگیریم یک، اصلا ابعادش رو میگیریم یک در یکی در یک، جرمش هم میگیریم ام. خب پی میشه ام جی تقسیم بر یک. حالا این یکی چی میشه؟ پی دو ام پی یک. هش برابره، درسته. مساحت این پایین رو میبینید، من رسم کنم، مساحتش 4 برابره. خب این میشه نسبت به این چند برابره؟ 2 برابر. وقتی که شروع میکنید به حل کردن، ایده بهتون میاد، و اگه اگر بخواید همه فیزیک تو هر لحظه یادتون باشه یه خورده سخته. فیزیک با ریاضی یه خورده فرق داره، شبیه ریاضیات گسسته است. مباحثش درسته به هم مربوط هم میتونه بشه، اما به صورت کلی باید هر مبحث رو جداگانه تسلط داشته باشید، بعدم بتونید ترکیب کنید. مثل ریاضی آسون نیست پشت سر هم سلسله ای باشه. در شکل روبرو اگر فشار هوا، این چی نوشته؟ بعضی موقع سوالا که به نظر میاد اشکال تایپی داره اینا، ما دیگه باید قرینه ها بفهمیم چی میخواد بگه. اینجا یه جیوه ای داریم که 45 سانتی متر این طرف بالاتر از اینه، پس این فشار بیشتر بوده. چقدر؟ انقدر از فشار گاز. من میگم اینجا رو بگیریم فشار گاز، اینجا این فشار گاز داره بهش وارد میشه. البته اینجا هم فشار گاز، اما من میخوام تو این سطح در نظر بگیریم فشار هوا هم اینجا داره وارد میشه. اینو بگیریم پی هوا، اینو بگیریم پی گاز. پس فشار هوا توی یک سطح اگر در نظر بگیریم، کدوم سطح در نظر بگیرم؟ اینجا در نظر بگیرم دیگه، توی مایه. یه تو اینجا نقاط همتراز دیگه، یه فشار هوا سمت راست داریم برابر با
سمت چپ یه فشار گاز داریم که به علاوه رو جی اچ جیوه شده. فشار هوا رو داریم چقدر؟ نداریم، 10^5 پاسکال دیگه. اینجا پس معلوم شد اینو داده 10^5 پاسکال. توی پاسخنامه اینو گرفته 10^5 پاسکال. اینو میخواد به دست بیاره. اینو داده رو داده 13600. اینم 10. اینم 45 صدم. بریم ساده کنیم. پی جی میشه 10^5 منهای، اینجا دوباره ضرب انجام بدم، 45، 5 6 تا 30 تا 5 6 تا 15 18 4 6 تا 24 تا 4 3 تا 12 14. خب میشود 12. یکی میره بالا، خب شد 6120. اینجا دو تا صفر رو با دو تا صفر که بزنیم، یه دونه صفر هم اینجا میذاریم، میشه 100,000 منهای 61,200. این میشه دو تا صفر 8، چون این 9، اینم میشه 8، اینم چون 9 میشه 3، اینم که شد. پس میشود گزینه 1 38,800 پاسکال. در شکل روبرو جیوه در دو طرف لوله یوشک در یک سطح قرار داره، خب، و سطح مقطع لوله 1 سانتی‌متر مربع. اون سوالای سخت، یعنی از سطح معمول سخت تره. از طرف باز لوله 21 سانتی متر مکعب جیوه می‌ریزیم. همینجا وقتی میگه 21 سانتی متر مکعب، این حجمه، این سطح مقطعه. ما یه حجمی داریم داخل یه لوله داره می‌ریزیم، سطح مقطعش رو می‌دونیم چقدره، 1 سانتی‌متر مربع. چون 1 تقسیم کنیم 21 سانتی متر مکعب به 1 سانتی‌متر مربع تقسیم بشه، 21 سانتی متر ارتفاع به دست میاد. پس تو این طرفی که بازه، تو چی بوده ابتدا؟ نمیدونیم. این طرف 21 سانتی‌متر به ارتفاع 21 سانتی‌متر جیوه اضافه می‌کنیم و ارتفاع هوا در طرف بسته به 15 سانتی‌متر میرسد. آها، اینجا 18 بوده، میره بالا 3 سانتی‌متر، این طرف هم 3 سانتی‌متر میاد پایین، یعنی 6 سانتی‌متر جیوه جا به جایی داریم. فشار هوای محیط چند سانتی‌متر جیوه است؟ این سوال کاملا تحلیلیه. 21 سانتی‌متر جیوه ریختیم، بعد 3 سانتی‌متر این طرف رفته بالا، 3 سانتی‌متر اومده این طرف پایین، یعنی الان من بخوام شکلش رو رسم کنم به این صورت میشه، 3 سانتی‌متر از اینجا، 3 سانتی‌متر رفته بالا. یعنی چی؟ یعنی این میشه چقدر دیگه میمونه برای خودش؟ اینجا اگر هم تراز کنیم رفته باشه بالا، این اومده باشه پایین، 15 سانتی‌متر، 15 سانتی‌متر جیوه.
فشار هوای محیط 15 سانتی متر جیوه است. اما 15 سانتی متر جیوه تو گزینه ها نیست. چرا نیست؟ کجاشو اشتباه میگیم؟ من ابتدا فکر کردم که این 15 رو الان که به دست آوردیم میشه 15 سانتی متر جیوه، اما اشتباه فکر میکردم. چرا؟ چون اون طرف هم هوا هست، اصلا باید یه راه حل دیگه بریم. در حالت اولیه اینجا یک هوایی وجود داره 18 سانتی متر ضرب در یک آیی حجمشه. میگه از قانون گاز های کامل باید بریم. P1V1 مساوی با P2V2. در حالت اول میگه این حجم رو داره، این فشار رو داره، با توجه به اینکه دما ثابته، بنابراین از قانون گازهای کامل. در حالت دوم این شده حجم 15 ضرب در آ. فشار چی شده؟ 3 سانتی متر اومد پایین، 3 سانتی متر رفت اون طرف بالا، 15 سانتی متر جیوه اضافه شد به فشار هوا. اینو بگیریم فشار هوا. پس یه فشاری این سمت داریم، یه فشاری که اضافه شد به فشار هوایی که بود، رو جی اچ. خب آ با آ میره، رو هوا رو میخواییم، 18 ضرب در پیه هوا ابتدا فشار هوا بود دیگه. دو طرف وقتی که الان نگاه کنید در حالت بعدی پی هوا رو داریم به علاوه پونزه جی اچ. این جیوه ای که اضافه شد، از اونجا که بر حسب سانتی متر جیوه است، اینجا دیگه میگیم 15 سانتی متر جیوه. این 15 پی هوا، 18 پی هوا میشه 3 پی هوا، مساوی 15 ضرب در 15 به 3 ساده کنیم، پی هوا در میاد 75 سانتی متر جیوه. پس اصلا ربطی به نوشتن اون محاسبات معمول نداشت، از طریق قانون گازهای کامل رفتیم. نکته ای که مهم بود ابتدا اینه، وقتی که هم ارتفاع هستن یعنی چی؟ یعنی اینجا همون فشاری هست توی هواش که اینجا هست، این فشار هوای، اینجا هم فشار هوای. بعد که جیوه رو اضافه میکنیم حجم این کم میشه، اون فشار هوا سر جاش هست، فقط 15 سانتی متر جیوه پس به این صورت اضافه میشه. در شکل زیر اختلاف فشار نقطه آ و فشار هوا چند کیلو پاسکاله؟ اینم سوال خوبیه. نقطه آ و
فشار هوا اینجا چه فشاری ما داریم؟ اینو داریم. بله، میدونید که فشار یک کمیت نرده توی یک سطح برابره. یعنی اگر ما بیاییم فشار تو اینجا رو حساب کنیم، مثل این میمونه تو اینجا رو حساب کردیم. اما فشار تو اینجا چیه؟ در یک مایع فشار ها برابره، بنابراین پی آ به علاوه رو جی اچ این طرف آب مساویه با یه پی هوا داریم و به علاوه رو جی اچ، حالا بگیم رو پریم برای جیوه است، اچ جیوه. چون کیلو پاسکال خاصه، اینجا پی آ بذاریم به علاوه 13600 ضرب در 10. آهان، مال آبه. اینجا میذاریم 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. اینجا هم که 16 فشار هوا هم که فشار هوا خاصه، اختلاف فشار هوا اونا، پس هر دوتاش مجهول باشه مشکلی نداره. اینجا هم 13600 ضرب در 10 ضرب در 1 متر. پی آ منهای پی هوا، البته پی هوا منهای پی آ، مدر مطلق بذارم، حالا نه، اونی که بزرگتره پی هوا. پس پی هوا منهای پی آ همون پی آ منهای پی هوا درست بود. خب می شود 136000 منهای این میشه 6000 میشه 130000، 130 کیلو پاسکال. خیلی سوال جالبی بود. و سوال آخر، در شکل زیر در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداری گاز کامل در طرف راست لوله محبوس. اگر جیوه به شاخه سمت چپ اضافه بشه اینجا، به طوری که اختلاف ارتفاع جیوه در دو طرف لوله به 38 سانتی متر برسد، اگر اختلاف به 38 سانتی متر میرسه، الان اختلافی ندارن. اختلاف اگه به 38 سانتی متر میرسه، یعنی این بیاد بالا، مثلا اینجوری من پررنگ کنم، اینجا میره پایین، یعنی اینجا تا اینجا میشه 38 سانتی متر. یعنی یه طرف 38 سانتی متر جیوه. خب ارتفاع ستون گاز چند سانتی متر می شود؟ آها، این طرف میگه چند سانتی متر میشه. فشار هوا هم که داده، 6 بعد درست وقتی که تغییر کرده رأس کنم تا متوجه بشم چی میشه. این وقتی هستش که سمت چپ جیوه اضافه کردیم، بعد این طرف میره بالا،
اولم اینجا بوده مثلا. حالا اختلاف ارتفاعشون بذارین اینم پررنگ کنم، اینجا هم جیب است. اختلاف ارتفاعشون اینه، پس اینجا 38 سانتی متر توی سطح تراز اینجا هستیم، این ارتفاع ستون گاز. بازم همونه دیگه، پی یک وی یک مساوی پی دو وی دو. در حالت اول اینجا داشتیم سی ارتفاع وی یکش میشه سی ارتفاع ضرب در آ، پیمون چند بوده؟ فشار هوا بوده، پی هوا. بعد شده پی دو که همون 38 سانتی متر جیوه به علاوه پی هوا، بگیرم پی صفر، بعد ضرب در آ ضرب در اچ، دیگه سی نیست. خب آ با آ میره، از اینجا سی پی صفر سی و هشت اچ به علاوه پی صفر اچ. فشار هوا رو که داده 76، میگم دوتا مجهول شد. پس سی ضرب در 76 مساوی با 38 به علاوه 76 ضرب در اچ. اینجا فکر کنم باید ضرب انجام بدیم، بعدم ساده کنیم. اچ مساوی با 3 6 تا 18 تا 3 7 تا 21. شاید هم اینجوری بنویسیم ساده بشه. اینجا 30 و 70 100 114. 30 ضرب در 76 تقسیم بر 114 به 2 ساده میکنیم، می شود 57، این به 2 15، به 3 5، به 3 9، 76 خوب در اومد، 4 این چند شد؟ 20 سانتی متر. آها، ارتفاع ستون این شد 20 سانتی متر، ارتفاع ستون گاز. درست در آوردیم؟ بله درست. متشکرم.